پاسخ غیر مستقیم و دوگانه خامنه‌ای به درخواست وزرای دولت روحانی برای تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی که توسط مورای باند ولایت رو نمایی شد، ولی معاون روحانی تلاش کرده آن را لاپوشانی کند، بندبازی حقیر خلیفه ارتجاع و بنبست نظام را در یافتن راهی برای برون رفت از بحران‌های مرگبار کنونی برملا می‌کند. محمد ایمانی مهره خامنه‌ای با رونمایی جواب ولی فقیه ارتجاع و با توسری زدن به وزرای دولت روحانی می‌نویسد، نامه‌ای را که جلویشان گذاشته شده امضا می‌کنند با این مضمون: با ملاحظه مصلحت به مجمع بفرمایید در بررسی و تصویب دو خواست باقی مانده FATF الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT تسریع شود. پاسخ یک خط سوال ساده است: چه تضمینی هست که تحریم ها را بردارند و دوباره عهد شکنی نکنند؟ به دنبال رو شدن پاسخ خامنه ای، محمود واعظی رئیس دفتر روحانی برای لاپوشانی شکاف در رأس نظام به صحنه آمد و گفت: در دولت ارتباط وزرا با دفتر رهبری یک روال معمولی است. برخی وزرا در نامه‌ای که دو هفته قبل به دفتر رهبری فرستادند، موضوع چهار لایحه را مطرح کردند. در این نامه گزارشی از جمع‌بندی در جلسات بود که خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد. واعظی در ادامه گفت: خامنه ای پاسخ نامه را داده است، اما نگفت خامنه ای چه گفته است. واعظی افزود: متاسفم برای رسانه‌ها که اختلاف بین کابینه دولت و دفتر رهبر را مطرح کردند. کیهان خامنه‌ای روز چهارشنبه بدون اشاره به پاسخ دو پهلوی خامنه‌ای با حمله به وزرای دولت روحانی و با اشاره به بنبست نظام نوشته است: سوالی که تهیه کنندگان نامه منسوب به وزرا و حامیان تسریع در تصویب سی اف تی و پالرمو پاسخی برای آن ندارند، این سوال روشن است که آیا با فرض تصویب این لوایح و الحاق به سی اف تی و پالرمو تحریم ها برداشته شده و نظام از لیست کذایی FATF برای منع همکاری خارج می شود؟ پاسخ این پرسش البته روشن است. مدیران غربی FATF بارها پیش از این گفتند که حتی در صورت انجام 41 مطالبه FATF در قالب اکشن پلان تضمین نمی دهند که نظام را از فهرست سیاه همکاری خارج کنند. روزنامه حکومتی وطن امروز هم در واکنش به احتمال توافق با اتحادیه اروپا بر سر موارد مورد اختلاف، با اشاره به سیگنال هایی که به صورت خواسته یا ناخواسته از داخل مجموعه دستگاه سیاست خارجی نظام مبنی بر نیاز نظام به برجام اروپایی به ترویکا و دیگر بازیگران عضو اتحادیه اروپایی مخابره شده است، فاش کرده است. در حقیقت فرانسوی ها عملیاتی کردن سازوکار ویژه مالی اروپا در قبال ایران را منوط به مذاکره با تهران بر سر توان موشکی و متعاقباً تهدید توان دفاعی و منطقه ایمان کردند. آیا زمان آن نرسیده است تا مقامات وزارت امور خارجه از فاز سکوت و مصالحه در برابر اروپا خارج شده و جزئیات این بازی خطرناک فرانسوی‌ها را برای افکار عمومی کشورمان تشریح کنند؟